من دیز نیست سو انفخ اکلرد. پلیس آلمان میگوید تحقیقاتش را روی یک بیماری مرموز با منشأ ناشناس آغاز کرده در بین کارکنان اینجا سفارت آمریکا در برلین. هاوانا سندروم، بیماری که سندروم هاوانا نام گرفته، چون اولین بار 5 سال قبل مواردی از آن در سفارت آمریکا در هاوانا پایتخت کوبا مشاهده شد. افراد آسیب دیده از این بیماری دچار فشارهای ناگهانی در جمجمه و مشکلات شنوایی و بینایی میشوند. آنطور که آسیب دیدگان میگویند، سرگیجه، اضطراب شدید و از دست دادن تعادل از علائم این بیماری مرموز است. نیمه شب بیدار شدم، سرگیجه عجیبی داشتم، بدترین تجربه زندگیم بود. احتمال انتقال این سندروم از طریق یک نوع جیرجیرک هندی مطرح شده، اما فرضیه غالب یک نوع حمله است از طریق هدایت امواج ماکروویو یا تلفن همراه به سوی اهداف مورد نظر. سازمان سیا انگشت اتهام را به سمت روسیه نشانه گرفته و آنطور که رسانه ها میگویند، سندروم هاوانا به یک مسئله امنیت ملی در آمریکا تبدیل شده. این مسئله خیلی مهمیه و خسارت‌ها بسیار بالاست. چیزی را که اتفاق افتاده امریکایی‌ها خطرناک ارزیابی کردند. میتونم تصور کنم که با ادامه چنین فشاری، سازمان CIA و سیستم روابط خارجی امریکا با ده‌ها کارمندی مواجه بشه که دچار ضایعات مغزی شدن و مجبور به ترک خدمت هستند. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که تاکنون 200 نفر از کارکنان سازمان جاسوسی CIA و دیپلمات‌های آمریکا در کشورهای متعددی از جمله کوبا، روسیه، چین، ویتنام، لهستان و اتریش به سندروم هاوانا دچار شدند. اینجا در سفارت آمریکا در برلین هم تازه‌ترین موارد سندروم هاوانا گزارش شده و اینکه گفته شده چند نفر به این بیماری مرموز دچار شدند. هرچند هنوز کسی از مقامات این سفارتخانه در این مورد اظهار نظری نکرده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.